دوستان خدمتتون عرض ادب و احترام میکنم با یکی دیگر از برنامه های بررسی تیترهای روزنامه های ورزشی چاپ تهران از چنل سور در یوتیوب به حضورتون رسیدم با افتخار و ورق میزنیم روزنامه های 16 مهر 1403 دوشنبه. اولین روزنامه، روزنامه گل: افول بیرو در روزهای تبرئه عجیب، عدل الهی. عکسی از علیرضا بهرامبند روزنامه گل کار کرده در صفحه اصلی خودش و شکستی که تراکتور در تبریز مقابل فولاد خوزستان داشت و مصاحبه بحث برانگیزی که علیرضا بهرامبند با خبرنگاران داشت. اشاره کرد که 20 میلیارد جریمه پرسپولیس رو نخواهد داد و یه نکته ای هم گفتش که واقعا نهادهای نظارتی، قوه قضاییه و فدراسیون فوتبال باید به شدت با این دروازه‌بان برخورد بکنه. اشاره کرد که اگر پرسپولیسیا خیلی به دنبال قضیه محرومیت من باشن یا جریمه، فیلمی داره که نشون میده 5 میلیارد تومان به اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس رشوه داده تا اونها الحاقیه رو بهش بدن و امضا بکنن. یعنی با این اوضاع اول باید فاتحه فوتبال ایران رو خوند. زمانی که فدراسیون فوتبال مماشات میکنه و با امثال علیرضا بهرامبند به خاطر حال هر مسئله ای برخورد نمیکنه، این دروازه‌بان وقاحت رو ازش میگذره و هر چی دلش بخواد میگه. بریم به سراغ بقیه تیترهای روزنامه. یحیی گل کاش، برد 3 امتیازی در تبریز مقابل شاگردان اسکوچیچ. صادق برمزیار پیشکسوت استاره گفت امسال هم تیم بد بسته شد. بریم به سراغ روزنامه خبر ورزشی. عکسی از فرهاد مجیدی رو کار کرده، گفته مجیدی هم حرف سهراب را زد، مربی بزرگ خارجی بیاورید. استقلالیا به دنبال مربی هستن و گفتن که گزینه ما گزینه خارجی هست، اما با فرهاد مجیدی هم صحبت کرده بودن. فرهاد مجیدی اشاره کرده که هواداران استقلال لیاقت داشتن یه مربی بزرگ خارجی رو دارن و تلویحاً اشاره کرده که به استقلال نخواهد اومد. محمد حسین کنعانی‌زادگان مدافع هنومند پرسپولیس که مصدوم شده، گفته شاید 2-3 هفته نباشم، فقط روی قهرمانی تمرکز کردیم. سید حسین حسینی دروازه‌بان و کاپیتان استقلال اشاره کرده خط دادن که باخت دربی را گردن من بیاندازن. روزنامه بعدی روزنامه ابرار ورزشی با این عناوین: تعطیلی چند روزه تمرینات سرخابی و استقلال در اندیشه بازیابی روحی، پرسپولیس به دنبال بازگشت مصدومان، استراحت مطلق. و حتما میدونید که فیفا دی در کشورهای مختلف آغاز شده و تیم‌های ملی در قاره های پنجگانه میرن در رقابت های مقدماتی جام جهانی یا در اروپا لیگ ملت ها و ایران بازی حساسی داره با قطر و ازبکستان و به همین علت لیگ ایران 2 هفته تعطیل خواهد بود. فرهاد مجیدی گفته به شهریاری و سمیعی گفتم که شرایط بازگشت به ایران را ندارم. تقریبا اشاره کرده که به استقلال نخواهد اومد. روزنامه ایران ورزشی: سهراب بختیاری‌زاده، مهم نیست من باشم یا نباشم، ظرفیت واقعی استقلال این نیست. فرهاد مجیدی گفته هوادار استقلال لیاقت سرمربی خارجی را دارد. تلخ‌ترین هتریک اورانوف، مصدوم شده و فکر می‌کنم 2-3 هفته نمیرسه به مسابقات. بازی ایران و ازبکستان هم یه جورایی از دست داده این بازیکن مطرح ازبکی پرسپولیس. روزنامه شوت: عملیات انتحاری بیرو، دیگه خیلی نمیخوام روش معارف کنم به صحبت بکنم، دیگه میدونید قصه چیه و دروازه‌بانی که هیچ حد و مرزی برای وقاحت قائل نیست و هر آن چیزی که به دهانش میاد و کاملا میگه و به نظر من فدراسیون فوتبال دیگه مماشات بیشتر از این نباید با این دروازه‌بان بکنه، چون حیثیت فوتبال ایران رو ایشون زیر سوال برده و حیف از تیم ملی ایران که یه همچین دروازه‌بانی در درون دروازش باشه. مهمتر از پرنسیپ، صداقت و درستی نیست. علی بهرامبند هیچ کدوم اینها رو نداره. ابلاغیه کمیته انضباطی برای درویش: حکم احضار بهرامبند شبانه صادر شد.
بریم سراغ روزنامه فرهیختگان با عکسی از علیرضا بیرانوند. حکم بیرانوند نشان داد چرا وضع مدیریت ورزشگاه‌ها VAR و غیره اینطور است. فدراسیون افتضاح‌های مصلحتی. حکمی که صادر کردن، حکمی که کاملا مشخصه از کجا اومده و چه فشارهایی به فدراسیون فوتبال اومده و فدراسیون فوتبالی که خودشون و مسئولانشون مشکلات عدیده دارن و کاملا دارن باج میدن. ورزشگاه تختی میزبان بازی‌های لیگ 1 و 2 وعده ترمیم چمن برای آینده. یکی از افتضاح‌ترین چمن‌های ایران رو همین ورزشگاه تختی داشت، بازی پرسپولیس و چادرملو و افتضاح بود، یعنی هیچی نداشتیم، مخصوصا چمن ورزشگاه که واقعا یه جورای حیثیت فوتبال ایران رو با این استادیوم هایی که دارن توش بازی میکنن میبرن زیر سوال. حداقل آقا همون قلعه حسن خان یا جاهای دیگه این مسئله چمن رو نداشت. ورزشگاه تختی واقعا افتضاح بود. روزنامه همشهری تماشاگر عکسی از وان کارلوس گاریدو سرمربی اسپانیایی پرسپولیس رو کار کرده، گفته دو روی تیم گاریدو. پرسپولیسی که موفق شد در لحظات پایانی چادرملو اردکان رو شکست بده و 14 امتیازی شد، خودش رو جدا کرد از تیم هایی که باش بودن و با یه بازی کمتر اگه بازی بعدش رو هم ببره با گل گوهر بازی عقب افتاده میتونه به صد بره. حضورتون عرض بکنم که آقای گاریدو هم رفته به اسپانیا و از تعطیلی که به وجود اومده استفاده کرده و به کشورش رفته و قطعا چند روز تمرینات پرسپولیس تعدیل هست. بسیار ممنونم دوستان خوبم، همراهان چنل سود. امیدوارم که بخش بررسی تیزهای روزنامه‌های ورزش متوجه شما قرار گرفته باشه. منتظر نظرات خوبتون هستم. شب و روزتون خوش. خدا یارو نگهدار.